سلام و درود بینندگان عزیز امیدوار آسوده و بهکام باشید خبر رسیده از جنگ اسرائیل کی است که حماس ناگهان امروز از چندین استقامت حملات ناگهانی بالای تانک ها و مراکز تجمع اسرائیل انجام داده است این کاملا این حملات یعنی تقریبا متعجب کننده است به نیروهای اسرائیل که اینا تازه به رفهم داخل شدن و سخن حرف و حدیث هنوز از نابودی حماس بود خب ناتانیاهو در این حالت بالاخره حرف تاریخی گفت که ما اگر لازم شود حاضر هستیم با میخ و ناخونای خود با طرف مقابل بجنگیم یعنی روزگار اسرائیل بالاخره به با اینی نقطه رسید که میگه ما حاضر هستیم با میخ و ناخونای خود بجنگیم او اف سی و پنجا و او گنبدای آهنین او سلاح فوق پیش رفته چی شد خیلی؟ و همزمان مذاکراتی که قرار بود بر سر مبادله زندانیان در دوها و یا قاهره انجام بگیره بار دیگه شکست خورده گردان های القسام اعلان کرد که عملیات نظامی پیچیده و همزمان در نزدیکی مسجد الدعوه در شرق رفع انجام گرفته با یک ساختمان مستحکمی که در او تعداد از سربازان اسرائیلی تجمع کرده بودند هدف قرار گرفته با یک گلوله اصله تی بی جی تی بی جی که از راکت بسیار موثری است هدف قرار دادن و اونجا رقم تلفات و کشتار هنوز روشن نیست اقدامات حماس یعنی در طول روز در کل اینا سه تانک مرکاوای اسرائیلی را در شرق رفع مورد هدف قرار دادن این تانک ها که از تانک مرکاور وقتی که هدف قرار میگیره دیگه او کار نمیده در جنگ یعنی تراحی امی راکت های که اینا تراحی کردن در داخل تونال تولید میشه او توری است وقتی که به مرکاوا اصابت میکنه مرکاوا دیگه از صفحه ماربه خارج میشه همچنان هماس ناو نظامی اسرائیلی رو به نام ای پی سی منحدم کرده است این تازه ترین اخبار است البته ای با راکت 114 میلیمیتری که برد کوتا داره نام راجم پایگاه نظامی سوفا را در اسرائیل مورد هدف قرار دادن درگیری بسیار سختی هم با نیروهای اسرائیلی در جنوب الزیتون در جریان بوده خب امروز گزارش جالبی رو من امروز دیدم که خبرنگار اسرائیلی خودش میگه میگه اسرائیل بر رفع آمده در آخرین نقطه جنوبی که حماس غافلگیر گیر کنه حماس سه چار گردان رزمی را در برابر اینا قرار داده متباقی قوتهای خود عقب کشیده دمو جایی که اسرائیل از اوج به این طرف آمده بود یعنی در پشت جبهه اسرائیل اینا دور خوردن تحقیر مقامات اسرائیلی هم تایید کرد در زمین درمی الزیتون یک تانک مرکاوا چار یعنی مرکاوا نمبر فور منهدم شد امروز مثل که قتل هم تانک بوده یک سایت نظامی کرم شالون در با هدف قرار گرفته بعد از انفجار یک میدان به مین بمگذاری شده در داخل پادگان سعد سایل در شرق رفع یک گروه نظامی ها کمین زده شدن و تعداد زیادی از نیروها کشته و زخمی هستند جزئیات بیشتر از این نیست همینطور که قبلا توضیح دادم حیات حماس و اسرائیل بدون توافق قاهره پایتخت مصر ترک کردند. البته حماس در بحث توافق بر سر گروگان با اسرائیل بازی میکنه فیصل قطعی است که اول اسرائیل با یک تضمین به طور کامل از منطقه خارج شد بعد از او زندانی ها رها بکند بعد از او کمک های بشر دوستانه گسترده وارد غذا شود تضمین داده شود که دیگه اینا بر گردند به ای برای اسرائیل مرگ است و مذاکرات اگر بار دیگام از سر گرفته شوه و شکست میخواد. منابع مصری خبر دادن که حیات حماس و اسرائیل دو روز اینجا به طور غیر مستقیم و میانجیگری مصر و قطر و امریکا مذاکرات انجام دادن و بدون دستیابی به یک توافق همه رفتن به خانه خود. به امریکایی و شبکه الجزیره گفته که براست درست است که امریکا به خاطر عملیات اسرائیل در رفع بسلا تایید میکنه که مذاکرات در قاهره به تعلیق در آمده یعنی میخوای بگوید که اسرائیل سر از اونو حمله کرده روان است او چرا مذاکره کنو او خب ناتانیاهو بالای بایدن به با قهر است دیگه ما بسیار قوی هستیم حتی اگر شو شود با میخ علی دشمنانمون خواهیم جنگید ما بیشتر از اینا سلا داریم با روی هستیم شجاعتو رو و چیزهایی گفتیم روز بلوف رو انداخته بود اگر مجبور شدیم به تنهایی میستیم یا مجبور باشیم تنها با ناخونای خود با دشمن می جنگیم کار خود این چیزای حرفای هوایی است اسرائیل یک ماه بدون کمک امریکا در میدان جنگ استاد شده نمیتونه جنگ اکمالات کار داره عقبه کار داره قالب امریکا ملاحظات خودشان است رئیس سابق امنیت داخلی اسرائیل یک کسی از نام یعقوب بیری ای آدم میگه که مک که وضعیت هم هیچگاه اسرائیل تا به این اندازه بیچاره و ناامید نشده بود یا بیری میگه چرا ای طور است؟ بخاطر که امروز اسرائیل یک دولت پاسخگو نداره ای کسی که به نام است فقط خدا می میبینه از طرف خود گپ میزنه تصمیم خودش میگیره تصمیم کابینه نیست یعنی آن چیزی که اعلان میکنه اجماعی نیست به نان موجب سردرگمی شده است میگه من هیچ وقت یادم نمیاد در این سن ساله که قرار دارم اسرائیل این چنین وضعیت شکننده و نامید کننده داشته باشه بله درست است بله اینه مثلا کجا از عراق چرا رقم سر از اینا حمله شده امروز شش حمله پهپادی از طرف اشت شعبی عراق بالای اینا حمله شده بالای پایگاه الیفالت با پهپاد زده شده بندر نفتی اشکلون توسط موشک ارقاب زده شده بندر ایلا توسط دو هواپیمای بی سرنشین زده شده سکوی لویاتان توسط هواپیمای بی سرنشین ایچیال بوده این سر اسرائیل هم از استقامت ازبلا هم از طریق حماس هم از طریق عراق حملات مداوم و همزمان جریان داشتن بر من این رقم حملات هماهنگ و این طور ندیده بودم بین حماس و ازبلای یک هماهنگی یک سازکار بود اما ای که یک زل دگام اضافه شد از عراقی همزمان البته این من ندیده بودم خب برحال عراقی ها گفتن با استفاده از پهپادای کامیکازه پایگاه نظامی یعنی فرودگاه اودا در اسرائیل هدف قرار دادن خب پس ناتانیو میگه با با خود ما میجنگیم با کدام ناخونت با یک رقم جنگ میجنگی بدون امریکا چه وضعیت تغییر کرد ازبلا منتشر کرد خبرهای جنگی خود مطابق گزاره حزب حمله بر پایگاه الراهب صورت گرفته عملی راکتی به پایگاه المالکیه کجا پایگاه المالکیه یک پایگاه کلان ارتش اسرائیل است در سرحد رخ در رخ و یک ماشین جنگی اینا را منهدم کردم اینجا که دیدم یک مصاحبه از دکتر نریا از مسئولان ارشد امنیتی اسرائیل بود که ما مصاحبهش شنیدم و زیرنویسش یادداشت کردم یه آدم میگه که ما دو سال است که رنگ گفتم میریم که با ازبلا ما جنگ میکنیم مقابله میکنیم اما کاری از دست ما نمیه دو سال است میگه ما میگیم این حال در یک نقطه رسیده که خورکدن از کلام ای قدر کلام شده که خورکدنش بیخی مشکل ناممکن پاسخهای که اسرائیل داده تا حال بمباران که ای طرف او طرفه هیچ مانع استمرار حملات اسبلا نشده حال شما ببینین فرمانده سپای قدس سرلشکر اسمایل قانی هر وقتی که به منطقه سفر میکنه از ایران حرکت میکنه میه و عراق از عراق سوریه و تا لبنان ما منتظر میباشیم که حال ببینیم که چی درد سری بر ما خلق میکنن اسبلا با چل موشک یک بارم بالای ما حمله میکنه یک پیروزی وحشتناک از برای ازبلا یعنی می رقم یعنی کلمات خودش هست یک پیروزی وحشتناک از است خب البته قابل تعجب نیست بخاطر از این که ای سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که بنگویر وزیر امنیت داخلی تمام تلاش خدا و کار انداخته تا هر نوع کمک رسانی بشر دوستانه به نوار غزه از طریق تمامی گزرگاه ها باید به طور کامل قطع شود یعنی پس, شو پس, پس اینا وضعیتشان چرا خوب باشه؟ یعنی اونو مو میلیون نفری که هست و کلش در گرسنگی نابود شوند یعنی وزیر امنیت داخلی اسرائیل پس جای تعجب نیست که امروز ما این گزارش جنگ از سی استقامت بر شما بیان کردم دگه شهرکنشین های اسرائیلی ساختمان آژانس کاریابی و امدادرسانی ملل متحده که برای آورای فلسطینی کار میکرد آتش زدن یعنی روزگار از این از کجا خوب شد حتی خب حال دیگه اما خطر بالا از اینا روز تا روز افضایش پیدا کرده که چنانچه گزارش های رسمی خودشان میگن امی خاخام یهودی در کوی میرون به صلاح یک تجمع داشتن جشن گرفتن جشن نمو مناسبتی است خاخام ها این مولوی یهودی رو میگن ایره دفتان دولت خبر شد گفت که خاخام ها مولوی ها رو جمع کنه برین که خطر راکت از ازبلا عمل میکنه کلش کشیدن رفتن اینجا دیگه هر کسی در این به حیث و بیس سرنوشت خودم میسازه کارشناس اسرائیلی میگه که هر زمان که اس... اسمایل قانی ما مایی رقم و ما هیچ ابتکار عمل نظامی رو در دست نداریم خب این میمانیم یک میریم به استقامت دیگه رهبر انصارلا یمن میگه که هیچ دیگه خط قرمز برای ما موجود نیست با تدریج گزینه های استراتیجی که حساس ما رونمایی نمایی میکنیم او باشه معلوم نیست اما خود عبدالملک حسین میگه که گزینه های بسیار مهم است و طرف مقابل که اسرائیل باشه یعنی دو برابر گذشته تحت فشار تحت تاثیر گیره و ما ببینیم خب معلوم شد کوچی است در ضمن یادم میگه که در صورت حمله بر رفع حمله به دیگه استقامت و حمله به مجتمع مسکونی هر کشتی از هر شرکتی که با عرضه یا انتقال کالا به اسرائیل مرتبط باشه هدف حملات قرار میگیره اونا فشار خود چهار جبهه شد بالا اسرائیل ناتانیو میگه ما کت ناخونای خود میجنگیم امی دروغ ریاکاری میگن اد اندازه داره خب اینجا یمنی ها میگن که حملات ما به خاطر افزایش میتیم که امریکا قصد بر پایان جنگ ندارن چرا؟ همین یورش بر به هدف دوچندان کردن درد رنج مردم است که اینا در ماسره و گرسنگی بیشتر قرار بگیرن و این با چراغ سبز امریکا صورت گرفته و امریکا تلاش داره با ادعای ای که مثلا ما اسرائیل فشار میتیم که گویا ارسال تسلیحات پیشرفته را تعلیق کردیم افکار عمومی دنیا را فرید میده کسی که سلاح ها را به اسرائیل تعلیق بکنه اسرائیل امیر در چار استقامت می جنگه خب قضیه است که اگر امریکا بخواد جنگ غزه امی امروز قطع میشه اما این نداره با دلیزی که با پای خود شلیک نمیکنه ایره عبدالملک الملک حوسی میگه و در این حال یادم ای گفت که به دو کشتی اسرائیلی دوباره در خلیج عدن حمله صورت گرفته حملات حوسی ها دایریش کلانتر شد نیروهای یمن دو کشتی اسرائیلی را به نام های MSC دیگو و امسی جینا در خلیج عدن زدن یعنی یک دو بار با کشتی ام سی ویتوریا در اقیانوس هند و خلیج عدن حمل کرده این عملیات همیش با موشک و پهپاد انجام گرفته و یک چیز جالب دگره امروز ما دیدم که یکی از مجریان تلویزیونی از آوی هایمن سخنگوی اسرائیل پرسیده که خب میپرسه که چطوره میگه ما ایقدر کشتیم زحمه ایقدر کشتم کشتیم اینقدر کشتیم یک دم او پیرس مورگان صدایش برآمد مجری تلویزیون گفت تو چی گفته میری گپای یک طرفه تو چطور آمار کشته های حماس میفهمی برای ما گفته روان هستی اما هیچگاه وقتی که سوال میکنم برای ما جواب نمیدی که دهی این دمی ده جریان چه تعداد از غیر نظامیان و بیگناه فلسطینی کشته میشن ای تو چه رقم یک آدم هستی میگه که حماس کشتن داله که ما که دنبال میکنیم به عنوان یک ناظر اینا هیچ سند داده نمیتونن که حماس در کجا کشتن یک حماسی کشته میشه سلا داره او کار در جیبش هست او یک شناسنامه داره او جسد داره ما ندیدیم شخصا ما باور دارم که تلفات حماس تقریبا در بسیار بسیار اندک است چرا اونا از زیر زمین به شکل کمین عمل میکنن اینا هستند که مردم زنده را در اردوگاه ها در زیر چادر ها میزنن یا در شفاخانه یا در پشت نان و آب که میرن میزنن اینی است آخرین به صلاح اما موارد تراجیدی که در او محور رخ داده بود و من خدمت شما او را اختصارا ارائه کرد.